دوستای عزیز سلام و خوش آمدید به برنامه دی اس ال اف سی شو. شما دور 12 شب نبرد لایو از طریق تلویزیون لمر تماشا کردین، با ما بودید، تشکر بسیار زیاد. البته فایت ها را دیدین، حتما یکان فایت ها خیلی جالب بود و یکان فایت های بود که در نظر من به توقعی که من داشتم به او توقع خود رسانده نتونست. در برنامه بعدی ما البته ما با استادایی که داریم در داخل افغانستان سر هر مسابقه میپردازیم و شما اکسپرت کامنتری ما را میتونین که در مورد مسابقه از برنامه دی اس ال اف سی شو ببینین. امروز البته موضوعات انضباطی هست، امروز موضوعات اداری هست و به خاطر از این موضوعات ما در استودیو همراه خود استاد حیات الله خیری را داریم. استاد حیات الله خیری البته شما میفهمین که یک داور بسیار موفق افغانستان هست، نه صرف در ام ام ای، البته در مویتای هم خودشان هم یک مویتای کار هستن و خیلی افتخارات به افغانستان در بخش مویتای هم کسب کردن. استاد حیات الله خیری سلام و خوش آمدید به برنامه دی اس ال اف سی شو. بار سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای نورستانی صاحب عزیز، تشکر میکنم از برنامه زیبایتان، در خدمت شما هستیم. شما عضو هیئت رهبری سازمان اس ال اف سی هم هستین. استاد بله. خیری میتونین بگوین که در این هیئت رهبری شما چی کار میکنین و البته دیگر رهبرایی که در این هیئت هستن یا چی کار میکنن؟ خب خوب شد که یک سوال بسیار، یعنی سوالی که تا هنوز شاید برای مردم گنگ بود، مردم نمیفهمید که ما در سازمان SLFC چه کارهایی را انجام میدیم. هیئت رهبری سازمان SLFC هیئت یعنی یک تیم بسیار محدود است، تیم بسیار کلان ما نداریم که ما دو بسن فکر کنیم که بدر یک هر کس وظیفش مشخص باشه و در یک بخش کار کنه. دیگه میتونم بگم که شخص خودم شاید دو سه وظیفه را دمی سازمان SLFC پیش میبرم که یک میتونم براتون بگویم که داوری است، دیگهش در بخش بنداش بسته کردن است و همینطور دوستای دیگه ما داریم که مثلا بنداش بسته کردن، یعنی اگر کسی آگار میشه بنداش بسته میکنیم؟ نه تو نیست کسی بنداش بسته کنیم، او خب مربوط دکتر میشه. همی بنداش در بخش های مثلا میتونم بگویم مویتای، باکس، کیک باکس یا ام ام ای، بنداشش به طریقی مختلف بسته میشه، دست که زیر دستکش بسته بنداش بسته میکنیم به خاطر از اینکه یعنی استخوان دست آسیب نبینه و مو دستکش فت دستشان بشینه. دیگه او طریقای مختلف داره که خوشبختانه در او بخش ما مهارت خاص خود دارم و به نوعهای چند نوع مختلف میتونم بنداش بسته کنم و در سازمان SLFC در یک بخش بنداش بسته کردن که مشابه مسابقه برگزار میشه ما امروزشان هم کار هستم، بنداژای تقریبا 16 فایتره که در این دوره بود بسته کردیم. دیگه دوستای دیگه هم ما هست، استاد یوسف مومند است، میتونم بگم در بخشای کمی این خو کار مسابقات این خو کار مشخص شما در روز برنامه شد که بنداش بسته میکنن، همچنان شما یک داور هستین. بله. در هیئت رهبری البته وقتی که بر شما موضوعات انضباطی یا اداری پیش می آید رول شما چی است استاد خیری؟ خب طبعا زمانی که جلسه هیئت رهبری برگزار میشه یا مثلا در اون جلسه دوستا که اشتراک میکنن، کسایی که هیئت رهبری سازمان SLFC است، قوانین را که ما در سازمان SLFC یعنی گذاشتیم نهادینه ساختیم، از او قوانین هیچ کسی را نمیذاریم که مثلا پای کشی کنه و اگر مثلا از او قوانین تخطی صورت میگیره، خدا کنه که حالا هر ورزشکار می باشه در هر لیولی که می باشه، او قوانین ما سرش پیاده میکنیم و در او مطابق امو قوانین امو ماده یک ما ذکر کردیم در اینی تخطی که صورت میگیره به کدام اندازه یعنی جریمه میشن یا چقدر فیصدی از جریمه می باشه که در می دوره چندین ورزشکارایی که یعنی میتونیم براتون مثلا نام بگیریم، یگان تخطیه صورت گرفت، یگان مشکلاتی که در مسابقات ما شاید مثلا از لحاظ تماشاچی که مثلا در پرده تلویزیون ندیدن اونا متوجه نشدن، ولی چون ما داخل سازمان کار میکنیم امو برنامه کارهای خرد ریزه را ما زود متوجه میشیم و در او 100% در لیست امو تخطیه خود میگیریم که دفعه دیگه او کار اگر ما بانیم مطمئن هستیم که بیشتر و بیشتر میشه و باعث از این میشه که سازمان نام بد شود. درست، شما گفتین که مشکلات می باشه در هر برنامه، دوستای عزیز مشکلات می باشه، سازمان خیلی کوشش میکنه پشت پرده
زیادتر گپا تا وقتی خود برنامه پشت پرده زیاد موضوعات می باشه که شما البته خبر نمیشین. به این خاطر ما میخواییم که سر از اون موضوعات هم یک کمتون بپردازیم که شما بفهمین، بهتر درک کنین که سازمان SLFC و همچنان شب نبرد با کدام موضوعات البته درگیر میشن پیش از برنامه، داخل برنامه و بعد از برنامه. یک مشکل خیلی عمده‌ای که داشتیم این دفعه استاد خیری ناوقت رسیدن فایترا بود به وزن کشی. خب گرچه ما قبلا برشان گفته بودیم، تایم مشخص برشان داده بودیم که دمی تایم بیاین، اکثریت ورزشکارا تمام اینا اتو نیستن که پروفشنال نباشن، ورزش نفهمن یا مثلا قوانین نفهمن. خب شاید در دیگه سازمان ها اینا قبلا فایت کردن، بعد تو فکر کردن که مثلا سازمان SLFC هم امو سازمان مثل برتان بگیم که میگن سازمان افغانی که هست در اوجه شک نیست، ولی فکر کردن که قوانینش هم امو قوانین دیگه سازمان ها وارست که مثلا اگه میگن ساعت 9 بجه با 10 شروع میشه، باز ورزشکار اگه 10:30 آمد بازور میگه بدر یک مربی میگه بدر خیر است حساب شاگرد ما 100-200 دیر آمده بود، که متاسفانه او قوانین ما نداریم. بسیار در وقت خود متاسفانه یا خوشبختانه استاد؟ خوشبختانه. متاسفانه به فایترایی که البته از این قوانین سرکشی میکنه. خوشبختانه که قوانین ما نداریم، یعنی برای هیچ کس ما امتیاز قائل نمیشیم. به خاطر ما امو وقت خود یعنی فکر میکنیم که باید مثل یک وقت طلایی است که از او باید ما استفاده کنیم. زمانی که مسابقه SLFC سازمان SLFC ما برگزار میکنیم، از باور کنید از دقیقه از اینا دقیقه که از پیش ما مثلا متعذر میره، فکر میکنیم که سازمان دهو متضرر میشه و هیچ وقت نمیخوایم این امتیاز ما با ورزشکارا بتیم و از این وقت ما از این امکاناتی که ما داریم سوء استفاده کنن، حتی تایم وزن کشی ما را خراب کنن، تایم مثلا پرس کانفرانس ما را خراب کنن، تایمایی که ما بر زیاد اختیارشان میتیم که اینا با شهرت برسن، اینا مثلا بتونن از او وقت خوب استفاده کنن. بعضیاشون دیدی که پرس کانفرانس اصلا چوکیشان خالی بود نبودن، اینا جریمه دارن، جریمه نقدی دارن، جریمه‌ای که مثلا پولی که سازمان برای اینا در قبال فایتشان میده از اونها کسر میشه. پس اینا استاد تر معلوم میشد که این دفعه همه فایترها دست یک کده بودن، گفتن که ما کلگی ما ناوقت میریم، یک بین نظمی رو میندازیم. بله روح الله محمدی، سید بهیر حسنزاده، عبدالکریم بدخشی، عبدالخالق غوثی، سید مرتضی سادات، عبدالله صادقیار، سمیر مخلص، فضل ربی، بلال مطمئن، همه از یا ناوقت بود آمده بودن به وزن کشی، غیر از بازمامد مبارز با عبدالودود متین، همه افغانایی که در دور 12 شب نبرد بود یا کلگیشان ناوقت رسیده بودن به وزن کشیشان. خب شاید بعضی هایشان دور دوم و سومشان از همراه سازمان کار میکنن و بعضی هایشان شاید دور اول بوده، آشنا میشن امرای قوانین سازمان، امرای از یک سازمان چی نظر برشان میگیره، بر دور بعد انشالله اگه اینا در برنامه ما بودن آن تایم. استاد روح الله محمدی میگه خیلی ناوقت کرده بود. استاد روح الله محمدی فکر میکنم 12:30 بود وقت. تایم چند داده بودیم برشان ما؟ تایم ما برشان داده بودیم 8 بجه، 8 بجه صبح بقید. یا 12:30 بجه آمدن، فکر میکنم 9 بجه صبح بود، 9 بجه صبح ما برشان تایم داده بودیم، اینجا نوت گرفتیم. روح الله 12:30 بجه آمده و اینجا اکثریت ورزشکارا رو ما برشان اینجا در نظر گرفتیم. چیزایی که هست اگه میخواین ما براتون بخونم بفرمایید. خب هیئت رهبری سازمان SLFC یک شنبه 22 عمل 1400 به خاطر گزارش و بررسی عمومی مسابقات دور 12 شب نبرد و انتخابی بهترین فایت آن شب جلسه را تدبیر نمود که بعد از بررسی و گزارش دهی مسئولین برگزاری مسابقات چندین تخطی را ورزشکاران این دوره و کوچهایشان شناسایی شده. روح الله محمدی به خاطر دیر آمدنشان در روز وزنکشی 20% جریمه نقدی گردید. روح الله محمدی. بله. و سید بهیر حسنزاده به خاطر اینکه علاقمندانشان قصد اخلال برنامه را داشتند، در گیری فیزیکی نمودند، 10% جریمه نقدی و آخرین هشدار دریافت نمودند. البته سید بهیر حسنزاده به خاطر از اینکه ناوقت هم آمده بود 10% جریمه شدن. بله. عبدالکریم بدخشی هم 10% جریمه بله. شده. کوچ عبدالکریم بدخشی به خاطر درگیری با علاقمندان سید بهیر از برنامه های بعدی سازمان بلاک کردید. یعنی دیگه کوچ عبدالکریم بدخشی نمیتونه که نخیر. با عبدالکریم بدخشی سازمان مهمی است که
ورزشکار ما چی مشکل آمده؟ من فکر میکنم وقتی که هواداران عبدالکریم بدخشی با هواداران سعید بهیر حسنزاده درگیر شدن، کوچ عبدالکریم بدخشی از کیج بر آمد و داخل زنمی چی شد؟ جنگ شد؟ خب اصلا به نظر من ضرورت نبودم تا کار را انجام بدم. چرا بکنین این کار را؟ ای ضرورت نبود که از کیج بخوای برد و بین تماشاچا تقریبا با بیشتر از 30 متر فاصله داشتن و این همقدر به خود یعنی جرأت داد که رفت در اونجا در جنگ اشتراک کرد. یعنی تو فهمیده میشد که اینا نمیخواین که ورزش افغانستان، یعنی ما برای ورزش افغانستان نباید کل ما یک الگو باشیم و می خواهیم برای مردم میره ثابت بسازیم که تماشاچی هم که میاین اینا همشان ورزش دوست هستن، نه که ورزش اخلال کنن. یا ما تو فکر میکردیم که مثلا اینا میخواین که برنامه ما را خراب کنن. خب این کوچ اگر این اقدام نمیکرد داخل رنگ می بود، شاید که این کار صورت نمیگرفت. استاد خیری، یک چیز من میخواهیم که بگویم، البته ما ویدیوها را بار دیدیم، خود کوچشان که درگیر نشده بود و هیچ کس، یکان جایا که است البته مردم هم میخواسته که دور کنه از یکی دیگه خود، خب باز هم این اقدامی که از خود کیچ مبراین و داخل همچه یک درگیری میشن باید نمیشد، باید جای خود حفظ میکردن کوچ عبدالکریم بدخشی. و پالوی ازی که کوچ عبدالکریم بدخشی به برنامه بعدی سازمان SLFC مطلق بن هستن، خود عبدالکریم بدخشی البته بونس best fight of the night، یک بونس داریم، یک چیز، یک مقدار پولی که اضافه، یک جایزه است، یک جایزه که اضافه داده میشه برای بهترین فایتر، بهترین فایتر که عبدالکریم بدخشی البته شناخته شده از هیئت رهبری سازمان SLFC. او جایزه رو آل به دست نمیاره. بله، او جایزه شان هم حذف شده. خب باش که یک اول خبر دیگر براتون بتم که زکی رسولی کوچ عبدالحدود متین به خاطر تبلیغات اسپانسر از برنامه‌های سازمان 30% جریمه نقدی برای آخرین بار اشتار را دریافت نمود. زکی رسولی، باز هم دوستای عزیز، تا وقتی که شما از یک پلتفرم میدیایی سازمان SLFC فایت نایت افغانستان یا شب نبرد افغانستان طلوع لمر استفاده میکنین، شما باید من حیث یک فایتر بسیار زیاد متوجه باشین که قوانین نشرات چی میگه، قوانین نشرات چی هست و چی رقم سر شما رایج میشه. و قوانین شما نباید پیش از اینکه یک تفاهمی داشته باشین با سازمان SLFC یا تلویزیون لمر یا تلو تبلیغات تجارت‌های شخصی را بکنین از پلتفرم ما. البته پیش از مسابقه استاد خیری ما برتان بگویم که زکی رسولی یکی از ویدیوهایی که به مو مردمی که میخواسته که تبلیغات بکنه در فیسبوک گذاشته بود، ما برشان اخطار دادیم، گفتم از پس کنین و یه رکه اصلا به شب نبرد وصل نکنین، چون که شما قرارداد ندارین کتمان و در قرارداد فایترهایی که البته کتمان شما هستن خیلی واضح نشته است که یا نمیتونن که از طریق برنامه های شب نبرد، از طریق برنامه های SLFC تبلیغات کدام شخص را بکنن یا کدام تجارت را بکنن پیش از اینکه کتما قرارداد نداشته باشن. زکی رسولی هیچ نوع قرارداد نداشت با تجارتی که یا میخواستن که تبلیغاتش از طریق تلویزیون بکنن، هم ایش قرارداد به سازمان SLFC نداشت. خب نورستانی صاحب، من چیزی میخوام براتون روشن‌تر بسازم. من در جلسه قبلم گفتم بعضی ورزشکارا میره تبلیغات یک شرکت یا یک کمپانی یا یک جایی که مثلا اسپانسرشان است میکنه، اونا ده این فکر هستن که مثلا من این کارا میکنم سازمان مرا 10% الا 15 الا 20% مرا جریمه میکنه، نهایت فیصدی جریمهش مثلا خواهین که پیسیم کم میشم و میرم 10% دیگه مثلا 20 برابر از اون میرم از اون کمپانی میگیرم. ولی اینا مد نظر نمیگیرن که برای آینده از اینا چقدر ضرر به ضررشون تمام میشه. سازمان احتمال داره یک بار دیگه تخطی کنه، حالا هر کی باشه، چی زکی باشه، چی واحد نژن باشه، چی هر کسی که ورزشکار ما باشه، با شمول باز محمد مبارز که فعلا در چوکات یعنی سازمان SLFC امرای ما کار میکنه، یعنی اگر تخطی یک بار دوبار اینا بخواین دهی فکر باشن که ما بر اینی کارم میکنم، احتمال داره برای امیش بلک لیست شوه، یعنی خودشان هم آینده خود خراب میکنه و اینا خودشان هم به این نتیجه رسیدن 10 فایت که یک آدم در بیرون انجام بده با یک فایت که در SLFC انجام بده یعنی بسیار متفاوت است. فایتر که در خارج فایت انجام میده مردم به دیدگاه هستن فکر میکنن که چون تخطی یعنی تقلب در ورزش MMA تقریبا در این اواخر زیادتر دیده میشه، فکر میکنه که اینا تقلب انجام میدن. ولی زمانی که
تلویزیون مثلا طلوع یا لمر برنامه ما رو نشر میگیره و تماشاگرایی که حداقل کم از کم 2-3000 5000 یا 10000 نفره که مثلا در تالار میایه یا بیشتر از او که مثلا لایو در تلویزیون میبینه، اینا بالاترین اعتماد از طریق از آدرس شب نبرد میتونه در بین مثلا هموطنای خود داشته باشن. ولی متاسفانه با این کارهایی که اینا انجام میتن، تخطیهایی که انجام میتن، برای بار دوم اگر تکرار شوه سازمان بلک لیستشان میکنه برای دائم که دیگه نتونه در سازمان SLFC فایت انجام بده. یعنی زکی رسولی به همه مردم دگام کس ای فقط بر زکی رسولی وارنینگ آخری نیست، ای به همه فایترا وارنینگ آخری، اگر فایترا به این ذهنیت باشن که والا من میرم در سازمان این یک کار را انجام میتم، سازمان مرا 10% جریمه میکنه. نهایت مثال سازمان یک مبلغ را برای اینا میتونه، اینا فکر میکنه که 10% از این کم میشه، خب من این کار خود انجام میتم ولی اونمو اسپانسر از من خوش میشه. برای بار دوم، برای بار دوم اگر اینا در این فکر باشن، همی کسایی که در رید لاین هستند، یعنی در خط سرخ آمدن، اگر برای بار دوم این تکرار شوه، یعنی زکی the last warning میشه برشانه که برش داده شده، اگر دفعه دیگه تکرار شوه زکی بلک لیست میشه. مثل امثال زکی کسای دیگه هست، زکی یکی از بهترین فایترهای ماست، ایران نگفته نمیشه آدم چشم بپوشانه، ولی مثل از او با باز محمد مبارز که فعلا در آمد امرای ما، مثل مثلا سمیر رحیمیست، مثل از او واحد نجان است، حسین بخش سفری اگه مثلا در قرارداد ما باشن، مثل از او اسماعیل حیدری است، کسایی هستن اینا فکر میکنن میگه ما این تخطیر انجام بدیم سازمان 10% جریمه، دفعه دیگه بلک لیست هستین، فایتر کم نیست، فایتر زیاد است. ولی ما میخواهیم که ورزشکارهایی که امرای ما کار کردن، مورد اعتماد ما هستن، واقعا فایترهای خوبام هستن، از بهترین اخلاقم برخوردار باشن. دوستای عزیز، شما در قرارداد خود، البته فایترهای ما در قرارداد خود آزاد هستن که از طریق خود پروموت کنن، صفحات خود میتونه که از قبیل خود پروموت کنن هر کس را که میخواین، یا پروموت کنن میخواین که برند امبسدرشان باشه، یا میتونن از طریق فقط از پلتفرم سازمان SLFC شب نبرد و تلویزیون طلوع، بدون تفاهمی که بدون قرارداد شما این کار کردن نمیتونین. این گپ خیلی واضح است، قرارداد دارم، همچنان یک مشکل حقوقی بر شما سبارس میتونه شود، چون که قوانین نشرات افغانستان اجازه را نمیده که بدون تفاهم شما همچه یک کار بکنین. استاد حیاتالله خیری، تشکر بسیار زیاد، واقعا معلومات دادین بر ما که خیلی مفید بود. من همیشه تعریف داوری تانو میکنم، میگم در افغانستان اگر ستایل داوری کسی خوش میه از حیاتالله خیری هست. همیشه کامیاب و کامگار باشین دوستا. استاد حیاتالله خیری، دوستای عزیز، تشکر بسیار زیاد که با ما بودین تا حال. انشالله تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدارتان.